ال ن حلش ولکم بی انز ین انزرم آنلاین دایتh انتریخ ای سلام به همدی خیلی خوشومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با م سوگن در بامب لنگوaجز امروز میخوایم با همدیگه بیاییم راجبه حرف اضافه شتد یا انشتد صحبت کنیم پس حتما همراه من باشیب این سراغ درس امروزمون شتت او ان شتت یعنی چی؟ به جای به جای این که یا معنی به جای مثلا سی دی به من کاست داد به جای قرمز زرد پوشیدم به جای یک چیزی اون کار کردم یعنی یک جایگزینی انجام دادم به عنوان حرف اضافه یا پرپوزیسیون یا به عنوان کنیوکسیون که میتونه به حالت داست یا تو اینفینیتیو بیاد به معنای به جای این که فلان کار رو بکنم فلان کار کردم حالا امروز میخوایم با همدیگه راجع به معنی پرپوزیسیونش بیشتر صحبت بکنیم دن شتت الز پرپوزیسیون kommt häufig mit Genitivform, aber beim gesprochener Sprache kommt es auch mit Dativ. دان خب پس شتت یعنی به جای اینکه یا همون انشتت یعنی شدت و انشتت با هم دیگه فرقی نمیکنن مثل زیت و زایت دیمه که خب با هم دیگه خیلی فرق نمیکنن همون معنی رو میدن و شتت و آن هم همینن حالا میگم دیگه شتت با عنوان پرپوزیشن یا حرف اضافه اگر بیاد جزء اون حرف اضافه هایی که معمولا با جنیتیو فرم میاد مگر اینکه خب میگن دیگه در زبان محاوره باشه و با میگش پاخنش پخه یا همون زبان محاوره ما از فرم داتیوش استفاده میکنیم یه جمله ازش ببینیم er hat mir statt der kassette eine cd mitgebracht er hat mir statt der kassette eine cd mitgebracht اون برای من به جای اون کاست به جای اون نوار یک سی دی آورد یک سیدی آورده بود یک سیدی به همراه داشت اون برای من به جای اون کاست یک سیدی به همراه آورده بود یا یک سیدی به همراه داشت شتت دیا کاسیت دس ایس هیر گنیتیو خب این هم حالت گنیتیو که میبینید شتت وسط جمله اومده حالا بریم و لازم معنایی بررسی بکنیم که این دقیقا چه اطلاعاتی داره به ما میده خب در حالت اینکه میام میام کتگوری های مختلف اطلاعات یا قیدهای جملم رو بررسی بکنم این جزء گروه مودله یعنی نحوه یا چگونگی انجام یک کار مودرفا داین دی پریپوزیشن بهzeichnet denn ersatz einer person einer sach oder einer handlung durch eine andere دن دیپرپوزیتیون و تک ندن زتس این پزون این زخورده عین هندلونک دوش عین اندقه یعنی این حرف اضافه ای من میاد جایگزینی یک فرد یک چیز یا یک اتفاق رو از طریق یک چیز دیگه نشون میده یعنی میگه آقا من بهجای که اینو بردارم از این استفاده میکنم بهجای اینکه کاست بیاره سیدی آورده اینجا یعنی چی ینی اینجا طرف تش سیدی آورده به جای کاست سی دی آورد یعنی در جایگزینی با کاست برای من سی دی آورد این از کل تعریف شتت یا یعنی با به عنوان پرپوزیسیون بود معنی شجری استفاده میشه و میگم دیگه بدونیم که با گنیتیف میاد یا بعضی وقتا با داتیف همراه من ماشین میخوایم راجع به این موضوعی سر جمله مثالی با هم دیگه ببینیم من برگشتم با ادامه ویدیومون راجب به شتت و انشتت اول از همه گفتیم که میخوایم اینجا با هم دیگه راجع به یا انشتت فرقی با هم ندارن، به عنوان پرپوزیشن حرف اضافه صحبت بکنیم و اینکه خب چیزی که با همدیگه توی جمله مثالی قبلی دیدیم این بود که اینا میاد خب پرپوزیشن که میاد نومنش، آرتیکلش هر چیزی که داره، اگه صفت داره، اینا همه میاد اون گروه اسمی بعدش میاد اون نومینال کوپه بعدش میاد و اینا همه با هم یعنی یک جایگاه رو اشغال میکنند حالا این جایگاه این پوزیسیون اگر که در ابتدای جمله باشه پس در پوزیسیون 2 من باید فعل داشته باشم خیلی طبیعیه اگر هم که در ابتدای جمله نباشه و فعل هم سر باشه که خب باز با توجه به اولویت این اطلاعاتی که میخوام تو جمله بیارم تو هم جای اینا رو جابجا بکنم میخوایم با هم یه مثال دیگه ببینیم Anstatt des gelben Kleids ziehe ich lieber das rote an. Anstatt des gelben Kleids ziehe ich lieber das rote an. Das ist standardsprachlich. Dann haben wir hier Genitiv des gelben Kleids. Be un le bosse zart. من ترجیحا لباس قرمز رو میپوشم یا نمیگه لباس قرمز میگه من ترجیحاً قرمز رو میپوشم یعنی دست قورته ما مسلما میدونیم الان با توجه به اول جمله داریم راجع به کلید صحبت میکنیم ولی کلید رو نمیاره میگه لیبا دست قورته ان ان سی ان که یعنی پوشیدن دیشو بر تن کردن سی ان و تن بغز فیر. و آنشتات هم که اینجا میبینید دیگه چجوری اومده و حالت شتندر پخلش یعنی به صورت استاندارد به صورت معیار این با گنیتی فرم میاد ولی حالا حالت دیگه اونگنگ پخلش گفتیم که با داتیب میاد مثال اونگنگ پخلشش میشه شتت دم گلبن کلید سی لیبر دست خورت ان دم گلبن کلید دم گلبن کلید دست دس از اونگنگ شپخلش دوباره همینه میگه میگه به جای همچنین که گفتیم شدت بند شد فرق نمیکنه به جای لباس زرد من ترجیحاً لباس قرمز رو میپوشم به جای لباس زرد من ترجیح لباس قرمز رو میپوشم بعد حالا حالت گنیتیو میبینین الان دس کلاید بوده میگیم دس گلبن کلایدز چون به هر حال این اثر داریم همیشه دکلیناتون اجکتیومون برای حالا ماسکولین یا نوچخل توی گنیتیو فرم ا ای اینکه این همیشه هست برای داتی فرم هم اینجا خب دم رو آوردیم دم گل بن کلاید رو میبینید دیگه اسی وجود نداره حواستون باشه پس این اس به خاطر گنیتی فرم اومده اون اونگنگ شپخلی یا میخوایم راجع به شخص صحبت بکنیم شتد کولیگین شپخه ایخ statt شفن شتاد spreche ich mit der شفن به جای همکار من با رئیس صحبت میکنم مثلا یه مسئله هست یه مشکلیه به جای همکار من با رئیسم هم صحبت میکنم یا شدت اما حیرته ایش یولیا به جای امامم با یولیا ازدواج میکنه شدت اما حیرته ایش یولیا یا شدت ده کلیگین شبکه ایش میده شفین الان یعنی میخواستم با کلیگین صحبت بکنم کلیگینم ولی دارم تش با شفینم صحبت میکنم به جای همکارم با رئیسم هم صحبت میکنم حالا چیزی که جالبه براتون حالا تو این سطح بدو بدونین اینه که ما میتونیم مثلا تو اینجا که داریم کلایدو میاریم بگیم که به جای آنکه یعنی در این جایگاه به جای این جایگاه از فلان چیز استفاده بکنم این به جای آنکه به جای این جایگاهه در این جایگاهه رو من میتونم با یک پرپوزیسیون دیگه بیارم انشتله انشتله که هم جدا بنویسین در واقع درسته هم سرهم هم بنویسین درسته مثلا اینجا میتونم بگم که انشتله دست گلبن کلید تی یک دست خورته ان همین جوری دقیقا گرامش همین جوری با گنیتیب میاد همون شکلی همون معنی رو میده میگه به جای اون که در جایگاه این که به عوض این که لباس به عوض لباس زده لباس قرمز رو میپوشم. پس ان هم چیزیه که دقیقا اینجاها در این کارورد این معنی رو میده. میتونین جای این هم استفاده بکنید. و بهتون گفتم هر دو تا فرمش چه سره هم و چه جدا از هم درسته. Ich hoffe, dass sie aller diese این wirklich gut und sinnvoll ما امیدوارم که براتون خوب و مفید بوده باشه. امروز ما اومدیم هم با همدیگه راجب به به عنوان حرف اضافه صحبت کردیم در جلسه بعدی میایم به عنوان حرف ربط هم بیشتر راجع صحبت صحبت میکنیم پس حتما هم با ما باشین لطفا فراموش نکنین که کانال ما توی یوتیوب سابسکرایب بکنین و مثل همیشه اگر ویدیو رو دوست داشتین براتون مفید ما بود لایک بکنین و با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارین خیلی ممنون که تا اینجا ای کار همراه ما بودین فیلم تانک فور و بیس